ام، توی یه بحثایی که میکردیم هفته های پیش هفته پیش با یه مسلمون که اومده بود درباره موضوع صحبت کردیم یه اتفاقی که افتاد توی, توی کامنت های بعد از ویدیو بعد از اینکه اون ویدیو لایوش تموم شد یه کسی اومد به من یه نقد کرد و من اول به با خودم فکر کردم این نقد اشتباهه بعد فکر کردم دیدم نه درسته نقدشون درسته برای همین من از این فرصت خواستم استفاده کنم که بیام یه درباره مقاله صحبت بکنیم و اشتباه خودمو ازش استفاده بکنیم که یه مقاله رو اینجا روش یه مقاله رو اینجا پررنگ کنیم و یاد بگیریم خب مسلمونی که اومده بود 262 اسمش اسم خودش رو میذاره 262 همیشه وقتی میاد بالا این آقای مسلمان چیز حرفی که زد گفتش که اعتقاداتی که داره اینه که همه اکثر مسلمانان برداشتشون از اسلام اشتباهه خب و قوانین اسلام قوانین قرآن ربطی با زندگی تو زندگی مدرن امروز نباید استفاده بشه یعنی این, زمان، این همه چیزی که تو قرآن گفته مال همون زمان محمد و مثلا همین رو باید گذاشت کنار یعنی به خدا اعتقاد داره به الله اعتقاد داره به قرآن اعتقاد داره به پیغمبرم اعتقاد داره ولی به حدیث اعتقاد نداره فکر کنم یعنی یا حد, دق... حد... میشه گفت اکثر حدیث ها فکر کنم گفت اعتقاد نداره اگه درست یادم بشه شاید دارم اشتباه میکنم و ولی اسلامی که برداشت اسلامی که داشت برداشتیه که خب اکثر مسلمان ها ندارن دیگه بالاخره اکثر مسلمان ها اعتقاد دارن که قوانین اسلام برای همه جا و همه زمان هست نه فقط برای زمان محمد و یه چیزی نیست که مثلا قرار بود که دیگه بعد از این مدتی اجرا نشه درسته؟ میگه مي... اسم مقلته چیه؟ خب الان بهتون میگم خب آم... حالا قبل از اینکه اسم مقلته رو بگم شما خود میخوام ببینم کسی خودش میگه من میگم من چی گفتم شما خودت تو, تو لایف چت به من بگین که اسم مقلته رو میدونی یا نه خب من وسط صحبتهایی که داشتم بهشون میکردم یه حرفی که زدم گفتم که خب این اسلام نیمه. اینو گفتم یا ای نگفتم ولی فکر کنم گفتم من خیلی موقع یادم میره دقیقا چی گفتم من فکر کنم اشاره کردم به این که خب این اسلام اسلام واقعی نیست که یعنی این اسلام گفتم این دی... اسلام خودتو ساختی 262 ای... این اسلام شخصی خودته این اسلام فرق داره با چیزی که بقیه بهش میگن اسلام خب ام... این... این چه مقلطه ایه؟ من یه مقلته انجام دادم این مقلته است اسم مقلته شما میدونید کسی نمیدونه آریا میگه به نظر من یاد گرفتن انواع مقلته اونقدر هم مهم نیست خب ببینید بازم یه چیزی هست که مشکلی که ما داریم این مردم نظرشون رو میدن فکر میکنن نظر دادن مهمه خب یعنی بدون دلیل نمیارن نظر میدن خب هر چیزی هر کسی میتونه هر نظری بده یه چیزی که ما یاد باید بگیریم اینه که ارزش نظر دادن بدون دلیل خیلی کمه اه، آها درسته مموتی مموتی تو بودی فکر کنم تو کامنت اون هفته به من این نقد کردی نمیدن مموتی بود فکر کنم اسکاتلندیه واقعی دقیقا این مغلطه من بود خب این مقلطه الان با هم یاد بگیریم یه چیزی هم بگم قبل از اینکه این مقلطه رو نشونتون بدم لازم نیست بهترین روش به نظر من این نیست که این حفظ بکنین این اسم مقلطه ها رو خب شما یه بار این مقلطه ها رو مرور کنین که ببینید چرا اشتباهه حتی اگه اسماش هم حفظ نباشین حتی اگه یه تک تک اینا رو ندونین خودش به طور اتوماتیک میتونه کمک بکنه به اینکه روش استدلال غلط رو یاد بگیرید که بدونید که استدلال غلط چیه استدلال درست چیه خب یعنی مرور کردنش یه بار با هم که ببینیم که خب ببینیم حالا مثلا اسکاتلندی واقعی چه مقلطه ای هست و چرا اشتباهه خب و حتی دیگه اسمش هم ندونید اگه یه موقع کسی همچین استدلالی کرد خودتون همچین استدلالی کردین احتمال این که بدونید که نه این روش نتیجه گیری اشتباهی بود احتمالش میره یه مقدار بالاتر خب برای اینکه این روش دیدین که این چرا روش نتیجه اشتباهیه خب حتی اگه اسمشو یادتون نباشه خب من این مقلطه رو میارم اینا این مقلطه اسکاتلندی واقعیه خب تعریف این مقلطه چیه و چرا قل... با هم ببینیم که چرا غلطه من یه ذره زوم کنم که خوندنش راحت‌تر بشه برای ما آریام اومد بالا بذار من آریا تم تمام بشه این کار این مقطعه بعد با هم صحبت میکنیم تعریف مقلطه اسکاتلندی واقعی موقعی اتفاق می که شخصی ادعایی کلی مطرح کند مثلا بگه همه ای تک تک و و و طرف مقابل غلط بودن ادعایش را ثابت کند و گوینده به جای اینکه اشتباه خود را بپذیرد ادعای کلی گرایانه خود را به ادعای جزئی گرایانه تقلیل دهد و هیچ معیار عینی 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 مثلا برای جزئی گرایانه اش ارائه نکند همچنین تعیین استثنای منداروردی و بی واس, آه واس, آه واس, آه واس, آه واس آه و, آه. بی, پایه و... آه. بی پایه و اساس بی پایه این یه فاصله باید بین باشه بی پایه و اساس نیز از نشانه های این مغلطه است خب مثلا معادل انگلیسیش هم میشه نو true اسکاتمن فالسی الگوی منطقیش اینه همه اکس ها وای هستن خب ادعای بالا رد می شود بعد این عوض میشه پس همه اکس های واقعی وای هستن خب این مثلا چیزی که من گفتم من مثلا جوری که حرفی که من زدم میشه مثلا اینجوری خلاصه کرد مثلا 262 که یه مسلمون بود داشت اعتقادات خودش رو درباره اسلام میگفت من گفتم این اسلام واقعی نیست مثل اینه که من بگم که داشتم ادعا میکردم که همه اسلام ها همه عقاید اسلامی اسلامی هستن که مثلا شیعیان و سنیا و مثلا اینا بهش اعتقاد دارن یعنی اون دست از اعتقادات میشه اسلام خب و اگه بگیم خب نه این شخص این مرد مسلمان یه اعتقاد دیگه داره من داشتم میگفتم که نه خب این اسلام واقعی نیست خب پس من یه مقلطه انجام دادم اون در اون موقع و به خاطر اینکه ببینید البته اینکه یه چیزی بگیم یه یک اکس مثلا یه چیزی واقعی نیست بعضی موقع درسته ولی اگه تعریفش مثلا اگه, بر... اگه مثلا من بگم نه این واقعا اون واقعی اون نیست یعنی مثلا تعریف اسلام مثلا چیه خب اسلام اعتقاد به الله اعتقاد به پیغم... محمد به عنوان پیغمبر اسلام و قرآن اینکه کتاب خدا باشه خب بقیه چیزاش اگه عوض بشه هنوز این اسلامه خب یعنی برداشت مختلفی از اسلام هست ولی همین این سه تا چیز رو داشته باشه چیزی که شما بهش اعتقاد دارین الان اسلامه خب یعنی اگه یه زمانی یه کسی بگه که خب من به پیغمبر محمد این پیغمبر اسلام اعتقاد ندارم اون موقع دیگه من میتونم بگم خب این دیگه اسلام نیست بخاطر دیگه از تعریف اسلام جدا شده دیگه دیگه از تعریف اسلام فرق کرده خب ولی اگه یه کسی بیاد بگه که خب من اعتقاد من مسلمونم اسلام اعتقاد دارم ولی فکر نمی کنم کسی که مرتده رو باید سرش زد من نمیتونم بیام بگم که خب نه این چیزی که شما اعتقاد دارین بهش اسلام واقعی نیست خب برای اینکه هنوزم جز تعریف اسلامه خب یعنی من دارم میام یه چیز کلی درباره اسلام میگم و هر کسی میگه خب این هم ولی این تعریف کلی که داری ما مثال داریم که اسلامی داریم که این تعریف کلی شما این صحبت کلی که شما کردین در بر اسلام جز اون نیست بعد من میگم خب پس این اسلام واقعی نیست مثاله دیگه که ما خیلی باهاش ما میشیم توی بین خود ماها هم مثلا کسایی که طرف ما هستن خیلی موقع ها میگن که ایرانی واقعی نیستی خب مثلا یه کسی که یه نفر بگیم که مثلا یه مثال خوب بزنیم آها اگه کسی که دلش برای ایران الان نسوزه دیگه ایرانی واقعی نیست ایرانی واقعی یعنی چی ایرانی واقعی من میگم خب نه من یه نفر میشناسم نمیز... ها اول میگن ایران... مثلا کسی که دلش برای ایران بس نسوزه ایرانی نیست من منت... بعد میتونم بگم خب نه داریم مثال اینا این شخص اصلا برایش مهم نیست که توی ایران مثلا در چه اتفاقی میفته ولی ایرانی هم هست یعنی خب نه اون ایرانی واقعی نیست خب این یه چیزی رو تعریف کردیم برای خودتون ایرانی واقعی حالا تعریفش چیه ام... وقتی که ما نشون که چیزی که گفتین غلطه این کلمه واقعی رو استفاده کنیم برای اینکه بگین که یه،, یه چیزی یه تعریف جدید خودتون ساخته اید خب در صورتی که تعریف ایرانی هر کسی که شهروند ایران باشه ایرانی واقعی حالا دلش برای ایران بسوزه نسوزه یا کلی استانداردهای دیگه ای که مردم از خودشون میسازن برای اینکه یه چیزی رو به ذهن خودشون تعریف بکنن که این حرف کلی که زدن در برای همه ایرانیا رو رد نشه خب یا یعنی اینکه یه چیزی که مسلمان‌ها مثلا میگن خیلی منم خودم هم هم رو انجام دادم خب بعضی از مسلمان ها که مثلا میگن مثلا میگن ها مسلمان واقعی نیستن خب یعنی میگن مسلمان نی... آه نه اول میگن مسلمان نیستن بعد میگن هستن خب بالاخره به اسلام اعتقاد دارن بعد میگن نه اینا مسلمان واقعی نیستن خب یا یعنی اینکه کسایی که مسلمان هستن ولی ضد جمهوری اسلامی هستن اونا هم میگن نه اینا مسل... که کسایی که کسا... تو جمهوری اسلامی سران جمهوری اسلامی مسلمون نیستن و میگیم خب هستن اینا بالاخره و قرآن و اینا اعتقاد دارن پیغمبر و اینا اعتقاد دارن میشن مسلمون میگن نه مسلمون نه واقعی نیستن البته یه مثال خودشون هم این مثال اینج... ببینیم مثال خودش چیه مثال... این... این مثال طولانی مثال دوباره میشه بخونم خب جان میگه اعضای باشگاه سفید پوستانه اوباتوبا 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 نمیدونم چه شهروندان وظیفه شناسی هستن. ماروین جوابش میده ماروین میگه پس چرا خیلی هاشون تو زندانن جان جواب میده اونا جز اعضای واقعی باشگاه نبودن ماروین میگه اعضای واقعی باشگاه چه کسایی جان میگه اونایی که سر از زندان در نمیارن یعنی یه چیز کلی رو گفت بعد نشون دادیم که اشتباهه استثنا براش وجود داره برای همین تعریفش رو عوض کرد و یه این چیز واقعی رو استفاده کرد یه چیز جدیدی ساخت که کسی هم نمیدونه اصلا تعریفش چیه اینم توضیحش این مغلطه بسیار رایج است و انواع مختلفی دارد هرگاه عضو یک گروه یکی از هرگاه یک ه... چی هرگاه عضو یک گروه یکی یکی از هرگاه عضو یک گروه آ این یک کاما اینجا لازم داره هرگاه عضو یک گروه یکی از همگروه های خودش رو به خاطر کاری که انجام داده یا حرفی که زده شما تد شما تد کند درست گفتم و سپس ادعا کند که او عضو واقعی گروه نیست این مغلطه اتفاق می افتد. ولی استثنا هم داره اگه در پروسه تقلیل ادعای کلی گرایانه به جزی گرایانه به توان میار عینی تعیین کرد مغلطه ای اتفاق نمی افتد. آها این همون چیزی که من گفتم یعنی اگه بگم که شما ایرانی واقعی نیستین ممکنه د... دارم درست میگم بخاطر اینکه اصلا یه شخص اصلا شهروند ایران نباشه خب اون موقع دیگه درسته دیگه اصلا یه معیار کاملا عینی وجود داره اون موقع درسته یعنی که یه یعنی تعریفش هست خب یعنی که اگه بگم یه نفر بگه که نه شما بی... شما آتئیست واقع آتئیست نیستین و اگر ای مغلطه اسکاندیناوی واقعی هست میگم نه خب این به خدا اعتقاد داره خب اون موقع دیگه این مغلطه دیگه نیست خب معلومه که دیگه مثلا یه نفر بگه که من به خدا اعتقاد ندارم ولی خودم مسلمان میدونم بعد من بگم دیگه شما مسلمان مسلمون نیستین این مقلطه ای اسکندنی ای واقعی نیست و خاطر اینکه اون موقعی تق... به خدا اعتقاد نداره خب دیگه اصلا جز تعریف مسلمان اومده بیرون خب یعنی اون اونا دیگه مقلطه حساب نمیشه